به گزارش رسانه دولتی سوریه، ارتش آن کشور کنترل 99% از شرق حلب را که در 4 سال گذشته در تسلط مخالفان بود به دست گرفته است. در همین حال سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به سرنوشت ساکنان شرق حلب که از خانه های خود آواره شدند ابراز نگرانی کرده. توجه کنیم به این گزارش. روز سه‌شنبه در حالی که نیروهای نظامی سوریه با پوشش هوایی روسیه آماده می‌شوند شورشیان را از آخرین مواضعشان در شرق حلب بیرون کنند، تلویزیون دولتی سوریه خرابی‌های عظیمی در محله بوستان القصر در شرق این شهر را نشان داد و گفت ارتش 99% مواضع شورشیان در حلب را در کنترل خود گرفته است و به 4 سال کنترل آنها بر این قسمت از حلب خاتمه داده است. در اختیار گرفتن کنترل کامل حلب که از سال 2012 به 2 بخش تحت کنترل دولت و بخش تحت کنترل شورشیان تقسیم شده بود، بزرگترین پیروزی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور به شمار می آید. روپرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه از کشته شدن 82 غیر نظامی در شرق حلب خبر داد. در مجموع تا بعد از ظهر دوشنبه گزارش هایی دریافت کردیم که نیروهای دولتی دست کم 82 غیر نظامی را شامل 11 زن و 13 کودک در 4 محله مختلف کشتند. صلیب سرخ جهانی نیز روز سه‌شنبه از طرفهای درگیر در جنگ حلب خواست برای حفظ جان غیر نظامیان که هیچ منطقه امنی برایشان وجود ندارد تلاش کنند. یان اگلند، مشاور فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز در توییتر خود نوشت روسیه و سوریه هر دو به طور مساوی در برابر اعمال تخریبی و نادرستی که نیروهای دولتی در حلب انجام می‌دهند مسئول خواهند بود. بابک راد، صدای آمریکا.